کنگره آمریکا تصویب لایحه لازم الاجرای دو حزبی 47 44 برای حسابرسی از رژیم آخوندی و اعمال تحریم های جدید به خاطر نقض جدی حقوق بشر با اکثریت قریب به اتفاق آرا و 410 رأی مثبت محکومیت اعمال سرکوبگرانه علیه قیام دیما ثبت قتل آم زندانیان سیاسی در سال 67 برای نخستین بار در لایحه مصوب کنگره آمریکا در سال 1988 رژیم ایران اعدام های وحشیانه هزاران زندانی سیاسی را به اجرا گذاشت بیانیه مایکل مکال ارائه دهنده لایحه 4744 پس از تصویب لایحه این لایحه اعلام می کند کنگره در کنار مردم ایران ایستاده است و ابزار لازم را در اختیار دولت ترامپ قرار می دهد تا حکومت فاسد حاکم بر ایران را که مسئول نقض حقوق بشر است مورد حسابرسی قرار دهد. روز پنجشنبه ششم اردی به هشت ماه مجلس نمایندگان آمریکا لایه هگ دو حسابرسی از رژیم ایران به خاطر نقض حقوق بشر و گروگانگیری را برای اعمال تحریم های جدید علیه حکومت آخوندی با اکثریت قریب به اتفاق آرا یعنی 410 رأی مثبت در برابر تنها دو رأی منفی به تصویب رساند. این لایحه دو حزبی به دنبال قیام سراسری مردم ایران در دیماه گذشته توسط مایکل مکال رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان ارائه شد. لایحه و 44 از 46 حامی مشترک از اعضای هر دو حزب برخوردار است و علاوه بر مایکل مکال حامیان اولیه آن عبارتند از ادرویس رئیس کمیته خارجی، الیوت انگل رئیس دموکراتها در این کمیته، و تد دویچ رئیس دموکرات ها در زیر کمیته خاور میانه قسمتی از لایه 47 44 به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و محکومیت این جنایت اختصاص دارد این نخستین بار است که قتل عام 67 در یک لایحه الزام آور کنگره آمریکا که اکنون در مجلس نمایندگان به تصویب نیز رسیده است به ثبت میرسد در مقدمه لایحه 4744 اعلام شده است هدف لایحه 4744 اعمار تحریم ها در ارتباط با نقض های جدی حقوق بشری حکومت ایران و اهداف دیگر است لایحه تصریح می کند مقامات رژیم ایران در نقض التزامات بین خود به نقض حقوق بشر بنیادین مردم ایران ادامه میدهند. این لایحه به اعمال سرکوبگرانی رژیم علیه اقلیت های مذهبی و همچنین به سرکوب وحشیانی قیام های مستمر مردم ایران علیه دیکتاتوری دینی اشاره کرده و درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 خاطر نشان می طی سال 1988 رژیم ایران اعدام های جمعی وحشیانی هزاران زندانی سیاسی را از طریق حلقاویز و تیرباران به این خاطر که حاضر نشدند از وابستگی های سیاسی خود کوتاه بیایند و در برخی موارد به خاطر در اختیار داشتن مطالب سیاسی به اجرا گذاشته اعدام شدگان شامل زندانیان عقیدتی، نوجوانان و زنان باردار بودند. در یک فایل صوتی که به تازگی افشا شده، حسین علی منتظری جانشین خمینی در آن زمان گفته است که کشتارهای جمعی سال 1988 بزرگترین جنایت صورت گرفته در دوران حکومت جمهوری اسلامی است. که تاریخ به خاطر آن ما را محکوم خواهد کرد. لایحه مصوبه 47 44 درباره نقض سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران می افزاید مقام های ارشد دولتی، نظامی و امنیتی در ایران به صدور فرمان، کنترل و ارتکاب نقض ها و سوء رفتارهای فاحش حقوق بشری ادامه دادهاند که در بسیاری از موارد سیاست های رسمی رژیم ایران محسوب می شود. لایحه 4744 سپس اعلام می کند آمریکا باید توانایی حکومت ایران را برای ادامه سرکوب مردم ایران و استفاده از خشونت و اعدام برای به کشاندن معترضان حامی دموکراسی سلب کند. آمریکا باید با شرکای بین‌المللی برای تحقیق های حقوق بشری مقامات ارشد حکومت ایران صرف نظر از اینکه این نقص ها در کجا و در چه زمانی صورت گرفته باشد کار کند آمریکا باید از تلاش های مردم ایران برای ترویج برقراری آزادی های بنیادی حمایت کند که پایه ظهور یک سیستم سیاسی هستند که آزادانه انتخاب شده باشد و باز غیر فاسد و دموکراتیک باشد لایحه مصوب مجلس نمایندگان سپس تاکید می کند آمریکا باید نقص های حقوق بشری رژیم ایران از جمله قتل عام 1988-1367 و سرکوب تظاهرات سیاسی در سالهای 1999-2009 و 2017 را محکوم کند و حکومت ایران را وادار سازد که به اعضای خانوادی قربانیان اطلاعات جزی که از آنها سلب شده است را درباره محل دفن همه قربانیان مفقود بدهد. آمریکا باید مردم ایران را در ایجاد دسترسی و اشتراک آزادانه و امن اطلاعات از طریق اینترنت و سایر مطبوعات کمک کند در قسمت اعلام سیاست در لایحه 47 44 آمده است این باید سیاست ایالات متحده باشد که در کنار مردم ایران که در پی فرصت برای انتخاب آزادانه حاکمیت منتخب خودشان هستند بیستد و استفاده از تمامی اختیارات موجود را برای اعمال تحریم علیه مقامات حکومت ایران و سایر مسئولان نقض جدی حقوق بشر افسایش بدهد. بخش دیگری از این لایحه به گروگانگیری اتباع آمریکایی توسط رژیم آخوندی اختصاص دارد و در آن تاکید شده است این باید سیاست دولت ایالات متحده باشد که برای محقق کردن آزادی شهروندان آمریکایی باج پرداخت نکند. در این قسمت نیز تحریم های علیه مقامات رژیم به خاطر گروگانگیری شهروندان آمریکایی و خارجی در نظر گرفته شده است. به دنبال تصویب لایحه 4744 با اکثریت قاطع 410 رأی مثبت، کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی تحت عنوان حسابرسی از رژیم ایران به خاطر بیرحمی آن اعلام کرد این لایحه دو حزبی کارنامه طولانی مدت نقص های حقوق بشری و گروگانگیری رژیم ایران را برجسته می کند. لایحه همچنین به تحریم مقامات رژیم ایران که مسئول زندانی کردن ناعادلانه شهروندان آمریکایی با انگیزه های سیاسی هستند حکم می کند. اطلاعی مطبوعاتی کمیته خارجی سپس سخنرانی ادرویس رئیس این کمیته را در اجلاس مجلس نمایندگان درباره لایحه 47 44 نقل کرده است ادرویس از جمله گفته بود Many of us recall the barbaric mass executions carried out 1988. Any Persians, if you know people who escaped from Iran, you know that during that period of time leading up to 1988, there were over 30,000 students and young professionals who lost their lives as a consequence. We know that the political prisoners there went through a grueling experience in Evan Prison and other prisons. Many were executed by hanging, many by firing squad. They refused to renounce their political affiliations, and that was the fate that was handed out to them. And today مایکل مکال رئیس کمیته امنیت داخلی و ارائه دهنده لایحه 4744 درباره تصویب آن گفت از همکارانم هم به خاطر حمایت بسیار گسترده از لایحه‌ای که همراه با تدوج ارائه کردم تشکر می‌کنم. این لایه پیام روشنی را به رژیم فاسد حاکم بر ایران می فرستد. مبنی بر این که ما بازداشت ناعادلانه و با انگیزه سیاسی شهروندانمان را تحمل نخواهیم کرد و همچنین چشمانمان را بر رفتار سرکوبگرانی این رژیم نخواهیم بست. در بیانیه صادر شده از سوی مایکل مکال آمده است این لایحه به طور مشخص اعلام می کند که کنگره در کنار مردم ایران ایستاده است و ابزار لازم را در اختیار دولت ترامپ قرار می دهد تا مقامات و حکومت ایران را که مسئول نقض حقوق بشر، فساد و سانسور هستند، مورد حسابرسی قرار بدهد. <applause> کوین مکارتی، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا، درباره تصویب لایحه 4744 گفت: دولت کنونی آمریکا و کنگره همچنان در کارشان برای حسابرسی از رژیم ایران و همدستان آنها به خاطر اعمال بیستباد کنندهشان متحد باقی میمانند.